درود پارسی به تمام پارسی زبونا، خوش اومد به کانال یزدان پناه بی برادران. امشب هم باز دوباره رفیقمون نیست. چرا؟ چون هنوز چشماش درد میکنه. خیلی خوب با ما باشید تا بریم سراغ مدرسه. امشب راجع به مدرسه میخوایم بخندیم. شما ساعت 7 میری مدرسه ولی ما میخوابیم، ولی من نه، چون من ساعت 4 بند صبح بیدارم. داشه گله اونم که در پشت صحنه است، اونم 5 صبح میره سر کار. بله ما کاریم. ریز میخندیم اون پاشاشتا. خیلی چاکریم، با ما باشید تا بریم بخندیم، چون زندگی شاد حق ماست. خیلی چاکریم. مادر بیبیره برات این چه معلمه بود؟ اگر معلم من بود الان باش داشتون رو پروفسور داشت یزدان صدا می کردین. ولی خب ما نداشتیم این معلم ها. اونایی هم که ما داشتیم مال 60 و اینا بودن، 50 و اینا، همگی زشت. این مانتوها هست، این شکلی هست، چی بهش میگفتن؟ اپولدار رنگا، مثلا هادی چوپان اینجوره شد معلم ها ما بودن. اول مهره مدرسه آباد شده، باید باشی بری مدرسه، بگیر بخواب بچه، نازنین یه جمله در مورد این مقنعه که خلفتمون برد دخته بگو. تنگه تنگه فقط تنگه. در مورد مقنعه دومت چی میگی؟ گشاده. وضعیت گنگسترهای شهر تا کمتر از 5 روز دیگه، محمد قمه، فاتی تکپر، محمد تیزی، تا 5 روز دیگه وضعیتتون اینجوره. آره دیگه، پرنسس بابامو نمیدونم، بلدم نیست من اینا رو. سر و کار نداشتیم ما، نمیشه گفت نیستیم، ولی خب دیگه در کل تو قید و بند ما در نرفتن. این یکی از همون پرنسس های بابا و نمیدونم. خوبی مامان؟ مامان برو بیرون. وقتی مامانم بهم میگه به داداش درس یاد بده، این دقیقاً گفته تختی قضی را در محور نشان دهی، ولی این دقیقاً خودی منم، هیچ یاریم نی. تاسفانه درس نخوند، همش کارگری کردم، کارگری میباید نشون بگیم. چیش بلنده؟ مبارکه. عالی. A few moments later. این پوشم گوه بیخوری؟ من اینو نمی پوشم. گوه میخوری؟ این باید کوتاه بشه. گوه میخوری؟ تا اینجا. طرف خدا تو من میگیره واسه هزینه تبلیغات، خب بعد حالا باس بره مدرسه، بعد ما با این سنیمون و داشت گلمون با اون سنیمون
به در به دری. آمو یه لایک، یه کامنت، یه سابسکرایب، یه چیزی بزن. نه ما بزن یه سابسکرایب برسه به ما. خاطرات چند تا دون زنده شد. میرسیدی از مدرسه، میرفتین به بازی کردن و نمیدونم، حالا به زمان ما خب یه تایر داشتیم با یه چوب، میافتادیم دور کوچه، تایر با چوب میزدیم. دیگه بعد یه کامپیوتر اینو رسید، میرفتیم مینشستیم پشت کامپیوتر، بعد یه دیگه آخر شب میشد یادمون میافتاد اوه چسب بخری، باید مقوا بخری، خدکش میخواییم، هیچی دیگه. شب کتچرا میخوردیم، یعنی کلی روز به فنا میرفت. چقدر شادی کردی دیگه، مهم نی کتچرا شب میخوردی. بسم الله الرحمن الرحیم، بخشنده مهربان. به نام خدا. خدا به نام خدا. ای خودی. خب دیگه 16 ساعت خوابیدیم که دیگه بدون خوابالودگی و متمرکز درس بخونیم. یا الله. فکر کنم واسخاطر بود کتاب بود کاغذه، فکر کنم، چون چسب خب خواباوره، اینو فکر کنم مالی بود کاغذ باشه، نشنیده بگیرید از من، ولی خب در کل دیگه بالاخره این مارتونه. خب لامه هستم نه اینجوره، چیکو مورو درست رو بخون. حالا نشنیده بگی من مارتونه قایم میکنم. چه خواهدی داری من را بران کار بیارید، منو روش بذارید که من خورد و خمیرم. آقیان معلم چی یاد داده بروز؟ له. چی؟ له. 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 له چیه؟ له اکلاد. له مثل ای چسبان. له مثل بلبول. زبون شسته؟ بلبول. بلبول. مثل؟ جوجوت. جوجوت. قشنگ جواب بده. چرا قیافش مثل؟ تو مومخ. چرا پنجاه ساله میمونه؟ تو مومخ. تو مومخ نه. لی 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 لی. سایا ایکس بی اضافه یا سایا ایگرک می شود بشه ساکت باشین. مگه مرض داری؟ گوش کن. سایا ایکس بی اضافه یا سایا ایگرک. بذار حالا تا یه ندیدیم یه فکتیم بهتون بگم. میدونستیم معلم ها از بچگی تو محل کارشون دارن زندگی میکنن؟ فکر تا حالا ببین ببین، هم خندیدی هم آموزنده بود برات، پس یه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خب بزن دیگه. سیا من دیشب خوابم نبود، باورم نمیشه تو داری دروغ میگی. دروغ نمیگم، داییم بهم گفته. یعنی حتی حاج آقایی که میاد واسه نماز؟ حتی حاج آقایی که میاد برای نماز، حتی آقای موسوی معلم دینی، حتی آقای موسوی، همه، حتی خفه شو. بکن صدام صدام خر. آینه آینه با سنگ شکوندمش. ببین این آینه حکمی تبره داشت که بزنه تو گردن طرف، اینجوری بودا. خب پسرم اگر کامبیز 5 تا سیب داشته باشه 4 تا هم بهش بدن، چند تا سیب داره؟ 17 تا. اه آقا جان، اگه من 5 بار کون بدم داداشتم 4 بار بده، رو هم چند بار دادیم؟ 9 تا. پوفیوز ما حتما باید کون بدیم تو ریاضی یاد بگیریم. نام دوست با وفای پیامبر چه بود؟ حضرت موسی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله محمد.
خداش من تو این سن نمیدونم دوست با وفای پیامبر چه بود. نام دوست با وفای پیامبر حضرت فاطمه. اولش بی داره. بین حضرت بی؟ بی نداریم آخه. بی چیه؟ الان گفتی بلا. حضرت بلا. بلا نمشه. دوست با وفای پیامبر بود واقعا. خیلی خوب رفقا، دمتون گرم که با ما همراه بودید. نگاه زیبا و اون چشمای خیلی خوشگلتون رو به ما دادید. امیدوارم که لذت برده باشید و خندیده باشید، شاد بشید و شاد زندگی کنین، چون زندگی شاد حق ماست. درسادون رو بخونین، درس خیلی خوبه. حالا ما که نخوندیم ولی خب حداقل شما بخونین. ما خر بودیم آقا، ما نخوندیم. ولی خب شما خب شما برید بخونید درسادون رو. موفق باشید همیشه در تمام لحظات. آره دیگه، حالا که اینا رو گفتم حداقل لایک و کامنت و سابسکرایب هم یاد نره. آره تا ویدیو بعدی، بدرود پارسی.